درود به شما همراهان پیگیر اخبار مهم ایران و جهان آنچه در این ویدیو خواهید دید حمله طالبان به شاهزاده رضا پهلوی دیدار یکی از سران حماس با خامنه ای برای بردن چمدانهای دلار پایان گروگانگیری در آلمان و رابطه ی ویژه ی وزیر ارشاد با مدیر کل لواتکار حمله تروریستی طالبان به شاهزاده رضا پهلوی در اولین ساعت روز دوشنبه خبری مبنی بر حمله طالبان به شاهزاده رضا پهلوی منتشر شد که تیتر نگران کننده ای داشت بسیاری از مخاطبین خبرگزاری ها با دیدن تیتر خبر تصور کردند که این حمله سوء قصد فیزیکی به جان رضا پهلوی بوده اما کاشف به عمل که حساب کاربری روابط عمومی طالبان در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدیویی از شاهزاده رضا پهلوی در اسرائیل به ایشون حمله کلامی کرده و نوشته این گانگ سر رضا پهلوی نام داره و رهبر گروه مخالف حکومت ایرانه او در تل به اسرائیل زندگی میکنه حامیانش در غرب پشت هشتگ ایرانی در کنار اسرائیل ایستادند نه ایرانیان داخل ایران این حساب رسمی طالبان در کمال وقاحت اضافه کرد ایرانیای داخل ایران قهرمانانی هستند که از فلسطین حمایت میکنند دولت ایران فعالانه به گروه های مقاومت فلسطین کمک میکنه و ما با اونا رابطه خوبی داریم از طرفی اسرائیل از رضا پهلوی حمایت میکنه و حامیانش که در تلاش برای بی کردن حکومت ایران و الغای یک دولت غرب دوسته حمایت مالی میکنه مقامات طالبان در ادامه تأکید کردند رضا پهلوی و حامیانش به محض رسیدن به قدرت میخوان هم جنس گرایی و مشروبات الکلی رو قانونی کنن. البته از فرزندان جمهوری اسلامی از جمله طالبان انتظاری بیش از این نیست. دقیقا حرفای خامنه ای رو نشخار کرده و تکرار میکنن. اینا همونایی هستن که بیش از یک سال حقابه ایران رو نمیدن و بارها با لحن تحقیر و توهین به جمهوری اسلامی تاختن. کلن وچه تشابه این گروه ها و حکومت های تروریستی، زد و نقیزگویی، وقاحت و زیر پا گذاشتن هر اصول اخلاقی و انسانیه. اما مهم اینه که نه تنها طالبان که دست پرورده ی جمهوری اسلامی دموکرات های آمریکا و پاکستانه بلکه خود رژیم ایران هم جرأت سوء قصد این چنینی نداره وگرنه خیلی زودتر این کارو کرده بودن با وجود سپری شدن بیش از یک ماه از جنگ حماس و اسرائیل امثال طالبان و حکومت جمهوری اسلامی همچنان در حال یابگویی هستند و حتی یک نفر از نیروهاشون رو به غزه نفرستادن چون اینا کلا لات کوچه خلوتن سفر رهبر سیاسی حماس به ایران برای بردن چمدانهای دلار وبسایت علی خامنه ای با انتشار تصویری از دیدار رهبر جمهوری اسلامی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران خبر داد اما به تاریخ این ملاقات اشاره نکرد به گزارش ایرنا خامنه ای در این دیدار بر لزوم تحرک جدی کشورهای اسلامی و جوامع بین و حمایت همه جانبه و عملی دولتهای اسلامی از مردم غزه تاکید کرده اسماعیل هنیه و هیئت همراهش چند روزی به تهران آمدند و رهبر سیاسی حماس روز شنبه با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. مشخص نیست خبری که وبسایت علی خامنه ای منتشر کرده مرتبط به دیدار اخیر اونهاست یا هنیه برای بار دوم با رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس 31 خرداد هم همراه با هیئتی با رهبر جمهوری اسلامی در تهران ملاقات کرده و چندین چمدون دلار با خودش از ایران برده بود. از طرفی بمباران غزه ادامه داره و بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی اسرائیل شب گذشته بار دیگه نقاط مختلفی از غزه رو مورد هدف قرار داده بر اساس گزارش ها بمباران شب گذشته غزه یکی از شدیدترین بمباران ها از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه تروریستی حماس بوده این در حالیه که سناتور سام براون بک فرماندار پیشین آرکانزاس آمریکا در سخنرانی به سراحت اعلام کرد تا زمانی که رژیم تهران در قدرت باشه صلح در خاور میانه برقرار نمیشه. <applause> پایان گروگانگیری در هامبورگ آلمان به گفته گه مقامات امنیتی آلمان یک گروگانگیر که شنبه شب به همراه دختر چهار سالش با ماشین از صد امنیتی فرودگاه عبور و زیر یک هواپیما پارک کرده بود بعد از 18 ساعت دستگیر شده. به گفته پلیس این شخص در نهایت بدون مقاومت خودش تسلیم کرد و کودک هم آسیبی ندید اما این حادثه باعث اختلال در پروازهای این فرودگاه شد هنوز اطلاعات دقیقی از هویت این شخص و انگیزه ی اون منتشر نشده و اخبار حول این گروگانگیری در حد گزارش های غیر موثق و پراکنده است اما نکته اینه که با شروع جنگ در غزه حملات تروریستی نگران کننده توسط مسلمانان طرفدار حماس به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده از جمله هفته قبل که یک زن مح... محجبه مردم رو در ایستگاه مترو در پاریس تهدید به حمله انتحاری کرد و در نهایت با دخالت پلیس و شلیک چند تیر به بیمارستان منتقل شد. افراد دیگه هم در مراکز خرید و اماکن عمومی با ایجاد مزاحمت و روب و وحشت برای مردم اقدام به حملات این چنینی کردند. بنابراین شاید این گروگانگیری هم با این قضايا مرتبط باشه. در هر صورت باید یک بار برای همیشه بساط این افراد تند رو و تحت نفوذ تروریست های مذهبی برچیده بشه. شاید نابودی هم ماس بزرگترین قدم در همین راه باشه رابطه ویژه وزیر ارشاد با مدیر کل لواتکار محمد مهدی سموعی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پیام پژمان موسوی خبر انتصاب رضا سقطی به مدیریت دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد را تکذیب کرد و نوشت سقطی تا زمانی که پرونده قضایش تا این تکلیف بشه هیچ مسئولیتی نداره لازم به یادآوریه که رضا سقطی مدیر کل لواتکار ارشاد استان گیلان بود که در پی انتشار فیلم رابطه غیر اخلاقیش با یک بسیجی از سمتش برکنار شد اما در کمال تعجب و حیرت مردم و رسانه ها به جای بازداشت و محاکمه دوباره سر از پست دولتی دیگه ای در آورد در حالی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور سقطی در معاونت استانها را تکذیب کرد، پژمان موسوی تصویری از سامانه اتوماسیون وزارت ارشاد منتشر کرد و نوشت این تصویر سامانه اتوماسیون اداری وزارت فرهنگ و ارشاده به تاریخ هفتم آبان تا زمانی که حکم آغاز به کار فردی نخوره و به تایید مدیر کل نرسه، نام اون فرد در سامانه قرار نمیگیره. سقطی در همون دفتریه که نوشتم، یعنی هماهنگی امور استانها. امیدوارم کارم خودشون رو تکسیب نکنن از زمان رسوایی و برکناری این مدیر لواتکار کاملا مشخص بود که نه تنها مجازات نمیشه بلکه در پست بهتری هم قرار میگیره اما تاکید وزیر ارشاد برای کتمان حقیقت و از طرفی حمایت علنی از سقطی این شاعبه رو به وجود آورده که ممکنه سقطی فیلم خصوصی وزیر ارشاد رو داره یا از مقامات بالاتری آتوی این چنینی داره که به پست دولتی دیگه ای منتقل شد در کل نمونه این موارد که بیشتر به گرفتن حق و سکوت داره در جمهوری اسلامی فرابونه وای از روزی که ورق برگرده و معلوم بشه چه تعدادی از مقامات رژیم جمهوری اسلامی مفعول بودن سپاس که تا پایان همراه بودید لطفا نظرتونو در کامنت بنویسید و به عنوان خبرنگار افتخاری ما ویدیوها رو با دیگران به اشتراک بگذارید